موضوعی که من انتخاب کردم برای این جلسه موضوع اینه که سرمایه شناختی چی هستش و چرا سنجشش واسه ما اهمیت داره. خب من یه چند تا مقدمه گذاشتم. این ساختار پاورپوینت ها جوریه که من از کل میام به جز، دوباره از جز میرم همینا رو بستش میدم. یه نکته مهمی که داریم، خب شما احتمالا ایشون رو میشناسین، آقای زیگموند فروید، و حالا توی روانشناسی شناختی خیلی استفاده ای نداره، ولی ایشون اگه بدونین جالبه، بیشترین ارجای علمی رو ایشون داشتن توی کل علم، که هولوش 500,000 تا مثلا ارجای علمی داشتن، حتی مثلا انیشتین و اینا هولوش 200,000 تا ارجای علمی داشتن. خیلی از چیزهایی که اون زمان این تئوریاشو گفتن الان استفاده نمیشه، ولی خب یه حرفی زدن ایشون که برای ما خیلی مهمه این حرفه، و اون اینه که ما رو به یه دونه کوه یخی تشبیه کردن که خیلی از اون کوه یخی رو ما نمیبینیم و اصطلاحاً زیر اون سطح آب قرار داره. و نکته مهمش سرت چی بود؟ توی دورانی که شما ببینین شکوفایی علمی داشتیم، فیزیک کوانتوم اومد، اصطلاحاً حالا کارهای انیشتین و نسبیت عام و اینا اومد، یه حرفی زد که همه رو تو بهت فرو برد، و اون این بود که ما خیلی چیزا رو فهمیدیم ولی یه چیزی مونده که هنوز نفهمیدیم، و اونی که ما خودمون رو هنوز خیلی خوب نمیشناسیم. و این نتیجه این حرفای آقای فروید بود که خیلی مهمه واسه ما، که بیشترین چیزی که برای ما ناشناخته باقی مانده خود ما هستیم که نمیدونیم چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. یه پیش درآمد تاریخی توی نوروساینس من بگم خدمتتون. این آقایی که میبینین، آقای فینیاس گیج، یه کارگر بودش، توی راهن کار میکرد هلوش 100 سال پیش. به خاطر یه انفجاری که پیش میاد، این لوله‌ای که دستشون هستش از اینجای صورتشون وارد میشه، و طبق همین عکسه که میبینی که این البته شبیه سازی 100 سال بعده، و از اون قسمت از پشت چششون میره بالا و لوله همجور رد میشه، و لوله رو وقتی در میاره این فرد زنده میمونه، و اگه ببینین یک چشش هم تخلیه هستش توی این عکس. و نکته مهم این قضیه چی بودش؟ این یه آدمی بوده، خیلی آدم عادی بوده، رفتار عادی داشته و زندگی خودش رو داشته میکرده، یه کارگر معمولی بوده. بعد اینکه این اتفاق براش میفته، پرخاشگر میشه، شروع میکنه مثلا فوش و بد و بیرا و کلا انگار یه شخصیت دیگه ای میشه، یه انگار اتفاقی براش میفته که یه آدم دیگه ای میشه. در آخرم توی یه نزاع خیابانی کشته میشه، و حالا بعدن اینو، حالا اون پزشکی که این میله رو در آورده بود و روی این فرد تحقیق میکرده، توی گزارشش مینویسه که کسی که اگه میتونه 100 سال بعد بره اینو نبش قبل بکنه و ببینه این مشکل چی بوده، که بعدن اینو مثلا سال 2006-2007 میرن نبش قبل میکنن، میبینن که دقیقا این میله از جایی رد شده که ما اصطلاحاً بهش میگیم اوربیتو فرانتال کورتکس، و این جاییه که مسئول قضاوت‌های اخلاقی ما هستش، و باعث شده که این فرد اون اصطلاحاً ماژول مغزیشو از دست بده و کلاً شخصیتش تغییر پیدا بکنه. این یه مثال دیگه است که من بخوام بهتون بگم. سکته مغزی، وقتی توی یه قسمتی ما داریم توی مغز به اسم V5، این V5 مسئول پردازش حرکت هستش توی مغز ما، و زمانی که سکته مغزی توی این قسمت V5 اتفاق میفته، یه اتفاق خیلی جالبی میفته، و اون اینه که فرد دیگه تصویر رو پیوسته نمیبینه. مثلا میبینه که من اینجام، بعد اینجام، بعد اینجا، و حرکت رو به صورت گسسته میبینه، مثلا این تصویری که شما میبینید یه همچین حالت میبینه. و خیلی از اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ مثلا توی یه تصادف میان بیرون و کشته میشه، چون تصویر رو نمیتونن، حرکت و موشن رو نمیتونن تشخیص بدن. اصلا بهش میگن اینو اکینتوپسیا یا موشن بلایندنس، اگه بخواین سرچ بکنی. نکته مهم این قضیه باز چیه؟ نکته مهم این قضیه اینه که زمانی که این اتفاق باز میفته، خود فرد باز متوجه نمیشه که اگه همچی اتفاق افتاده، انگار از وقتی که به دنیا اومده به همین صورت بوده، و
خودش مثلا یک آلارمی نمیتونه بده که من چرا اینجوری شدم، چرا همچین اتفاقی افتاده واسه من. بعد اونا حالا خیلی مثالای بالاترش بود، اختلالات دیگه‌ای که هستش، حتی ما میتونیم مثلا اینجوری بگیم، مثل حالا مثلا فراموشی و دمانسا این اتفاق بیفته، یا استراب و استرس و افسردگی و اینجور مسائل که ممکن خود فرد بهش آگاه نشه اصلا. این نتیجه که من میخوام بگیرم روی این قضیه اینه که هر گونه تغییرات ذهنی یا همون مغزی، یعنی ما بین ذهن و مغز خیلی تفاوتی تو این علم قائل نیستیم، میتوانند باعث تغییرات شخصیتی شوند، حتی به گونه که خود فرد این گونه میپندارد که از ابتدا این گونه بوده است. یعنی خود فرد متوجه تغییرات نمیشه. و اینم باز توی پس ذهن داشته باشین خیلی خوبه که میشه گفتش که اون مغزه، یعنی من که اینجا هستم مغزم هستم که حالا یه دست و پایی داره به من کمک میکنه که یک سری اعمال اینا رو انجام بدم با تقریب خوبی. حالا من خیلی ساده شده شو اینجا اینجوری خدمتون گفتم. خب معلوم میخوام یه راجع به سرمایه شناختی صحبت کنم. اولش باید بیام صحبت کنم که خب خود شناخت اصلا چی هستش که بازه منجر بشه، و خود آموزش به تنهایی کارگوشا نیستش و ما باید بیام حتما روی این سرمایه شناختی هم مانور بدیم و کار بکنیم. اینم به عنوان اسلاید آخر. خب حالا ما اینا رو گفتیم که خب یه همچین سرمایه شناختی هستش، میتونه به ما کمک بکنه. حالا نکته سر اینه که میشه این سرمایه شناختی که انقدر مهمه رو بشه سنجیدش، بشه بهبودش داد، بشه اختلالاتی که برای خود فرد غیر ملموسه رو شناسایی کرد و باز بهبودش داد، یا اینکه بشه فرد رو جوری که مثلا برای اون موقع شغلی که توش قرار داره، برای موقع تحصیلی که توش قرار داره، بشه جوری اینو بهبودش داد که منجر به انطباق بهتر با محیط اطرافش بشه و در نهایت باعث بشه که فرد بازدهی بهتری داشته باشه. خیلی خلاصه بخوام بگم، خب الان با این متدی که توی روانشناسی شناختی هستش جوابش بله هستش و یک سری کارهام داره روش انجام میشه. خیلی ممنون.